به نام خدا. از میون تمام اسباب‌بازی های دنیا، مهبد از همه بیشتر قورباغه ها رو دوست داشت. اون بیشتر از هر کسی قورباغه داشت. قورباغه های کوچیک، قورباغه های بزرگ و قورباغه هایی که میتونستن بپرن. اون میگفت همه این قورباغه ها دوستای منن. وقتی مهبد میخواست بخوابه، همیشه قورباغه سبز بزرگش در کنارش بود، قورقوری. مهبد می گفت این بهترین دوستم در تمام دنیاست. بالاخره روزی رسید که اون باید به مهد کودک می رفت. ولی مشکل بزرگی داشت. قورباغه هاشو چی کار می کرد؟ مهبد گفت قورقوری باید با من بیاد. ولی بقیه چی؟ بقیه تنها بمونن؟ مادر گفت بیا. قورباغه ها رنگ سبز رو خیلی دوست دارن. این ساک سبز رو بگیر و قورباغه ها رو بذار اون تو. مهبد همه قورباغه هاشو برداشت و توی ساک گذاشت. بعد هم با مادر به طرف مهد کودک به راه افتادند. در راه مهبد گفت این ساک هنوزم جا داره. پس من میتونم قورباغه های بیشتری داشته باشم. مادر گفت شاید. اونا به مهد کودک رسیدن. معلم مهبد از قورباغه های اون خیلی خوشش اومد. یه صندلی آورد و قورقوری رو روی اون گذاشت. بعدم گفت حالا بیا بشین پیش بچه ها. بیا ببین میخوایم امروز چی کار کنیم. ولی مهبد نمیخواست از کنار قورباغه هاش دور بشه. پهلوی قورقوری نشست. دختر کوچولوی اومد و با خجالت دست قورقوری رو گرفت و تکون داد. مهبد اون روز بیرونم نرفت تا با بچه ها بازی کنه. اون روی مبل سبزش نشسته بود و با قورباغه هاش حرف می زد. خانم مربی به اونجا آمد. مهبد بهش گفت دارم با دوستام حرف می زنم. وقتی اون روز مهبد به خونه برگشت دیگه نمی خواست به مهد کودک بره. مامان برای اون یه قورباغه جدید خرید، درست مثل قورقوری ولی کوچولو. مادر گفت اسم این قورباغه قوری کوچولوه. اون عاشق بیرون رفتنه. مهبد میدونست که مادر قوری کوچولو رو برای این خریده تا اون به مهد کودک بره. البته بدون بقیه دوستای سبزش. فردا صبح مادر، مهبد و قوری کوچولو به مهد کودک رفتن. مادر ازش خداحافظی کرد و رفت. مهبد رفت و بین بچه ها نشست. قوری کوچولوی رو هم محکم توی دستاش گرفته بود. دختر کوچولوی خجالتی کنار مهبد نشسته بود. اون با انگشت کوچیکش دست قوری کوچولو رو تکون میداد. خانم مربی گفت امروز به گردش میریم. همه کتاشون رو بپوشن. بچه ها آماده شدن و راه افتادن. مهبد با دلخوری به سنگال لگت میزد و میرفت. خیلی ناراحت بود. به هیچ چیزی نگاه نمی کرد. به هیچ صدایی هم گوش نمی داد. ناگهان دختر خجالتی که اسمش نرگس بود صداش زد. مهبد بیا اینجا رو ببین. مهبد به اونجا رفت. نرگس گفت نگاه کن. یه قورباغه سبز واقعی اونجا بود. به سبزی برگای کنار برکه. او با شجاعت به مهبد نگاه می کرد. ولی مهبد فهمید که ترسیده و داره می لرزه. به آرومی بهش گفت سلام قورباغه، با من دوست میشی؟ قورباغه بهش نگاه کرد، بعد چشمکی زد و به داخل برکه پرید.
از اون موقع به بعد قورباغه های محبوب دیگه به نظرش کاملا واقعی نبودن. اون روز اون به خونه رفت و به مادر گفت هنوزم همه قورباغه هامو دوست دارم، به خاطر اینکه اسباب بازیام هستن، ولی اونها دوستای واقعی من نیستن. مادر پرسید قورباغه توی برکه چی؟ اون دوست واقعیه؟ محبوب خندید و گفت نه، اون یه قورباغه واقعیه. مادر پرسید پس چه کسی یه دوست واقعیه؟ محبوب گفت نرگس. بچه ها محبوب دوست واقعیشو پیدا کرده بود. خب عزیزای دلم، حالا پتواتون رو خودتون بکشین و همینطور که دارین میخوابین توی دلتون دعا کنین. ای خدای مهربون، به من کمک کن تا دوستای واقعی و خوب پیدا کنم. خدای مهربونم، همه کسایی رو که دوستشون دارم و اونایی که منو دوست دارن و برام نگه دار. شبتون خوش، گلای قشنگم.